مقامات قرغزستان که در گذشته جزیره آزادی در آسیا میانه در این منطقه شمرده می شد در روزهای آخر دست به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی زده است از جمله روز 15 ژانویه سال 2024 کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان به دفتر خبرگزاری غیر دولتی 24 کگ یورش برده قرارگاه این رسانه مستقل را کفت و گفت کرده کمپیوتر و دیگر تکنیک های کوری کارمندانش را مصادره و همچنین رابرات رسانه اصل اوتر بای و سرموهریران انتون لیمر و موهینور نیوزو را با خود به کمیته امنیت ملی به بوسپرسی بردند بعدم 24 کلکه خبر داد که کمیته امنیت ملی اینچنین همه کارمندان در وقت تفتیش در مکان کوری بوده را نومنویس نموده تلفن های همه اونها رو نیز مصادره نموده اونها رو از دفترشان روندند و بدر دفتر به مدت نو معاین مور زدند پایگاه خبری 24 کگ یکی از معروف ترین و به ابروترین رسانه در قرغزستان به شما رفته از سال 2006 این جانب فعالیت می کند گفته می شود تفتیش دفتر 24 کگ و تعقیب و بازپرسی کارمندان آن در رابطه به ماده 407 کد جنایی قرغزستان تبلیغ جنگ صورت گرفته است و تو به حال کمیته امنیتی ملی شر نداده است که ما از مطلب این رسانه مستقل تبلیغ جنگ داشت اما بنا به گفته کاکتوس میدیا و دیگر رسانه قرغزستان اتهام تبلیغ جنگ مربوط به مطلب است که از جنگ روسیه و اوکراین نقل می کند ولی در تعقیب روزنامه‌نگاران در قرغزستان کمیته امنیتی ملی یگانه قوی سرکوبگر معلوم نمی شود ҳамагӣ пас аз як рӯзи тафтиши боздошти рӯзноманигорони бчо кга вазорати корҳои дохилии қирғизистон низ даст ба кор шуда тарҳҳои тимирув лайф ва аид аид ди серо ҳадаф гирифта ба назар мерасад дар байни ин ду ниҳоди қудратии қирғизистон мусобиқа барои саркуби матбуоти озод рафта истодааст пӯло тимуров рӯзноманигори таҳқиқгар ки асосгузори ин ҳарду тарҳ дониста мешавад چند دی پیش او را از قرغزستان رونده بودند روز 16 ژانویه سال 2024 خبر داد که کارمندان پلیس قرغزستان خانه حدود ده روز مستقل رو کفتکوب کرده بعضی اونها رو با خود به وزارت کارهای داخل بردند دلبر علما و برابر طرح پلیتیک کلینیکا نیز بانش یک ویدیو از کفت منظری به مستقل روزنامهنگار مستقل تینیستان اسیپک خبر داد همین طور دادگاه نویه یکم ما شهر همه کارمندان سابق و کنونی بوزدو شده تره تیمیروف لایف رو تا سیزدم مارت سور دازور بیست گرفت و دفتر کوری آنها رو نیز موخ زد. بنا به چرای وزارت کوری داخلی قرغزستان اونها در مطلب های نشر شده در کنار تیمیروف لایف و ایت ایت دیسه دعوت به بین نظمی های اوموی رو پی بردند در این مورد هم معلوم نیست که مخومات ماز در کدوم مطلب اونها چونین دعوت را پیدا کردند. این چونین تا این هفته باش چندین کارمند مدبود از جمله سفر اخون بکف، سیفیدین سلطان علیف، اختکل غفورف، جمعبک علیف و اقل ارزو بیکوف، از طرف مقامات قدرتی قرغزستان بازداش شدند پس از موج بازداش روزنومانگاران در قرغزستان چندین سازمان بین المللی از جمله خواستار آزادی روزنومانگاران در قرغزستان و پایان تاقیبات علیه آنها شدند سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز تاکید می‌کند که تحقیقات ولایت‌های کروبسیونی جنایت نیست و حکومت قرقیزستان نباید برای ترساندن روزنامه‌نگاران از روی بوزدوشت و تفتیش علیه آنها کار گیرد. همچنین کمیته حقوق انسان سازمان ملل از حکومت قرقیزستان خواست است تا در کشور آزادی بیان را تامین کرده دست از سر روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی بردارد. امریکا و ایتالیا و اروپا و بریتانیا کبیر نیز از حکومت قرغزستان خواستند که فشار و تعقیب را رو علیه روزنامه‌نگاران رو قطع کند روز 19 ژانویه زیاده از 40 رسانه مستقل روسیه نیز با یک بیانیه از حکومت قرغزستان آزادی کارمندان تیمیروف لایف را تقاضا کردند